رودو و گاهتان شاد گفتگوی زنده سرنوشت را با میزبانی من رشاد زریر از نور تماشا می کنید گفتگوهای صلح و موقف تیره دولت افغانستان از کنار آمدن با حکمتیار تا نگاه دوگانه به طالبان یک مقام وزارت خارجه پاکستان گفته است فردا چهارشنبه شنبه اسلام آباد میزبان پنجمین دوره گفتگوهای نشست های چهار جانبه برای صلح افغانستان خواهد بود و این چرخه دوباره به دوران خواهد افتاد این در حالی است که پس از پشت کردن ترورستان طالب به آشتی و ادامه جنگ در برابر دولت افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی روی کردشان در برابر پاکستان و طالبان را دگرگون کرده و در برابر بخش از این گروه اعلام جنگ کردند از سوی دیگر اما گفتنیست واپسین برگ توافقنامه صلح میان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و شورای عالی سال پهلو خورده و بزودی با آمدن آقای حکمتیار به کابل بین او و رئیس مرغنی امضا خواهد شد با این همه آیا افغانستان در نشست در این دور نشست چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک خواهد کرد و همچنان با گلبودین حکمتیار کنار خواهد آمد؟ بحث را در مدارهای همین محور میچرخانیم با آقایان سید نادرشای بر نماینده مردم در مجلس نمایندگان و سمیه درایی آگاه سیاسی و فعال مدنی همچنان امام محمد بریماچ استاد دانشگاه تا لحظات بعد تشریف میارن خیلی سپاس از حضورتان جناب بحث درآمد با شما با یک نگاه راست رویانه به فرایند گذشته این و با اشتراک این چهار کشور و آنچه که برایندش ناکام تلقی می شد تا این اواخر و حالا قرار است سر گرفته شود انتظارتان از دولت افغانستان که موقف ای در برابر پاکستان و طالبان داره چی از را خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و با تقدیم احترام به دوست و همکار ما در بحث و سلام و احترامات فائقه به مردمی محترم افغانستان و بینده های تلویزیونی شما همونطوری <صح analyse> که شما هم در مقدمه صحبت کردین که نشست های چار جانبه در اول یک آغازی امیدوار کننده بود وقتی که ما به این سمت می رفتیم که آمریکا و چین و پاکستان و افغانستان به حیثی مذاکره کننده ها که چار به تشکیل میدن اینا به ارتباط صلح افغانستان میخواد کار کنند هم در سطح مردم افغانستانی هم در سطح ملی و هم در سطح بین یک سری امیدواری های با وجود آمده بود بیشترین امیدواری ها متمرکز روی این بود که وقتی قدرت های بزرگی مثل آمریکا و چین شریک مذاکره هست شکست از این مذاکره شکستی همه چهار جانبه مذاکره کنین در میرسانه و پیروزیشی پیروزی جمع میرسانه اگر پیروزی و شکست برای افغانستان خب تفاوت کمی داشته باشه یا برای پاکستان تفاوت کمی داشته باشه ولی برای آمریکایی که فعلا قدرت اول دنیا هست شکست خیلی سنگین خواهد بود و همطور برای کشور چین شکست مذاکرات چهارجانبه جانبه سنگین خواهد بود ولی متاسفانه دیدیم که در چهار دوره که این مذاکرات صورت گرفت چی در کابل و چی در اسلام آباد بدون کمترین پیشرفتی و بدون از این که کدام نتیجه با وجود بیان به صورت اعلام ناشده و به صورت غیر رسمی مذاکرات به تعلیق در آمد بلد. تا امروز امروز که باز هم یک بار دیگه نمیفهم روی چی علل و عواملی خب مقام پاکستانی از شروع مذاکره چهارجانبه از دور پنجمش صحبت به میان میرن دیگه واقعا جای تعجب است ولی این بار مردم افغانستان حتی مردم منطقه و جهان او دید و باور و نگاهی را که از قبل داشت که ای مذاکره میتونه به جایی برسن و امیدوار کننده باشه او دید و نگاه را ندارن با تردید نگاه میکنن و بیشترین تردید در این ارتباط سر ازی هست که آیا آمریکا فشار لازم سر پاکستان میتونه بیاره آیا چین او وساطت لازمه با توجه به دوستی های که با پاکستان داره او تلاش لازم میکنه یا نه چون در چهار دور گذشته این موضوع به اثبات رسید که او فشار لازم آمریکا بالای پاکستان نمیاره و همونطور چین هم و وساطت جدی را نخواهد کرد بناهن با توجه به تفاوت هایی که در این دور مذاکره و با شروع شدن از این مذاکرات چهار جانبه داریم فکر میکنیم که حکومت افغانستان باید بسیار با احتیاط و حساب شده گام بر داره من نمیگم که مذاکره را خب رد بکنه ولی همونطوری که در جواب مذاکرات قبلیش انفجار بود انتحار بود جنگ بود خب و کشتار مردم غیر نظامی و ملکی بود خب اینا موضع محکم گرفتن موضع محکمش اثرات مثبتی داشت خب بر اساس نقشه راهی را که این چهار کشور گروه امانگی چهار جانبه ترسیم کرده بودند بعد پاکستان بالای طالبان در خاکش که سالپذیر نیستند حملات انجام میداد و اونا را از خاکش خارج میکرد که چون این کار را نکرده پس انتظارتان از دولت افغانستان که حالا گفته است سال با طالبان دیگر در اولویتش نیست و در چندین نشست بین المللی اخیر آقای غنی به سراحت گفت که دیگه پاکستان به اون تعهدی که کرده بود عمل نکرده و صادق نیست و هنوز نگاه چند پلو به افغانستان داره پس چی باید بکنه اون گامی که شما انتظار دارید بعد بردار دولت افغانستان چه هست ما خدمت شما عرض کنیم که همون که در اول گفتیم که آمریکا فشاری لازمه برای پاکستان نمیرن و نیاوردن <تصفح> پاکستان این بار که باز هم این مذاکره را یک بار دیگر از سر گرفتن و پیشنهاد مذاکره دادن حکومت افغانستان اما پیشنهادیم به حکومت افغانستان است که همونطوری که خودش خودی جناب رئیس جمهور گفته که مذاکره در اولویت کاری ما قرار نداره و بطالبان. با طالبان, بله در مذاکرات در اولویت های کاری ما قرار ندارن ما هم طرفدار از این رقم موزیگیری هستیم <applause> یعنی از آجندای کاری خود نکشند ولی اولویت تقویه نیروهای امنیتی اولویت منظم ساختن امور داخلی اولویت خیلی از مشکلاتی که دا در داخل افغانستان است به اینا اولویت بدین نیروهای امنیتی را تقویه و تجهیز بکنن همونطوری که در این بعدی ها تمرکز بیشتری روی تج... روی تقویه نیروهای امنیتی شده و ما و شما در خیلی جایها پیشرفت داریم, بله. پیش داریم در جنگ ها در جبهات پیشرفت داریم و دیگر او رخوت سستی که در گذشته ها نسبت به نیروهای امنیتی ما بود او چهره نداریم ما فعلا هم پیشنهاد میکنیم که با پایلنگ به طرف مذاکره نروند یعنی در قدم اول ایجاد استحکامات و تقویه نیروهای امنیتی داخل افغانستان و رسیدگی به خیلی از مشکلاتی که داخل افغانستان است وقتی که مجهز شوه با سلای مذاکره مجهز شوه با زبان دیپلماتیک قوی بعد از او میشه که در اولویت دوم مذاکره را خیلی کتاب چه ریگی در کفش آمریکا هست تا همکنون که فشار لازم بالای پاکستان نمیاره با چیز بسیار روشن است پاکستان یکی از اه 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 کشورهایی که تمام پلان های کوتاه مدت و دراز مدت آمریکا در گذشته و حال و حتی در آینده توسط پاکستان در منطقه عمل میشه این انتظار ما شما هم نباید قدر زود از آمریکا داشته باشیم که یک دوستی استراتژیکی خود در منطقه که همه پلان هایش توسط از او عمل میشه چی در سطح منطقه و چی در سطح خیلی از کشورهای دیگه او را ازش دیست برداره ولی این مردم افغانستان از آمریکا توقع داره که اگر از دوست خود آمریکا در م... از پاکستان در منطقه دیست بر نمیداره، حداقل مردم افغانستان هم دوست آمریکا خود تلقی میکرده و دارای پیمان های امنیتی و استراتژیک است در این ارتباط هم توجه بکنن اگر آمریکا تنها جانب پاکستان بگیرن و او را تحت فشار قرار ندین مردم افغانستان با توجه به خب زحمات طولانی که در 13 14 سال 15 سال آمریکا در داخل افغانستان بودن و مردم افغانستان نسبت به آمریکا امیدواری هایی که برایشان ایجاد شده باشن اگر این را از دست بدن هم آمریکا فکر میکنیم که و یک دوستی دیگه خود در منطقه از دیستال است خیلی سپاس آقای در این بیت شما را من داشته باشیم که حالا طالبان مهر رد زدن به تمام نواهای سال دولت افغانستان و چهار کشور دیگه فکر میکنید آقای غنی که طالبان را به دو بخش تقسیم میکنه و از بخش از طالبان امیدواری سال هنوز داره و آغوش صلحش باز هست احتمالا اشتراک بکنه در این دور به امید این که بخش از طالبان که احتمالش میره به دولت افغانستان با پیوندن یا به روند صلح با, با پیوندن به خاطر اونها در نشست چهارجانبه جانبه که دور پنجمش برگزار میشه اشتراک خواهد کرد باور ما است که رئیس جمهور افغانستان بنابرای مو سیاست هایی که لازم است در یک کشور اتفاق بیفته و صورت بپذیره ناگزیر است که به هر موضع دیپلوماتیک در دنیا لپیک بگویه ما سیاست یک, یک گام به پیش و دو گام به با عقب ره باید یاد بگیریم همانطور که پاکستانی ها بارها این سیاست را اعمال کردن فکر می کنم که ما هیچ گایی از میدان سیاست و دیپلماسی نباید خود ما را کنار بکشیم اگر گای اتفاقی می افته و عکس عملی اتفاقاتی را در افغانستان ما شاهدش می باشیم. این همیشه به صورت مستمر نمیتونه ادامه داشته باشه ما اگر احیانا به خاطر یک اتفاق آنی سفرهای خود را به عقب می اندازیم و یا تعطیل می کنیم معنای است که این واکنش هم معنای دیپلماتیک داره و بدون شک پیام را می تونه برسونه اما در قسمت این که چگونه این سیاست به صورت مستمر اعمال بشه فکر می کنم دولت افغانستان باید به با این مسئله فکر بکنه حالا گفته میشه که در نشسته که در تاجیکستان در مسئله پروژه کاسا صورت گرفته بین, بین رئیس جمهور و آقای نواز شریف و همچنان بین دکتر عبدالله و نواز شریف صحبت های در این رابطه صورت پذیرفته و احیانا که در سفر چینم هم رئیس اجرایی افغانستان با صدر اعظم و رئیس جمهور چین این مسائل را بله. بله این مسائل را صحبت کرده و اتفاقا که گفته میشه که خوشبینی های در رابطه به سال وجود داره البته در این نشست ما فکر می در مجموع در سیاست پاکستان شاید ما شاید تغییر بسیار جدی و استراتژیک نتونیم باشیم اما به صورت آنی این نشست ها میتونه یک مقدار امیدوار کننده باشه برای اینکه از یک سو افغانستان آمده که با چین به عنوان یک از شرکای بسیار اساسی پاکستان آه. موضوع احیای رای اپریشم را دوباره مطرح بکنه و توافقات شمزا بکنه و سوی دیگه هم با, با کشور تاجیکستان و در, در تبانی با پاکستان که برق کاسا یک هزار قرار بل. است با پاکستان برسه از این لازمه فکر میکنم به خاطر این که واقعا این مناسبات یک مقدار شکل تازه و اقتصادی تر به خود میگیره گیره ناگذیر که اینا در این شرایط در این مرحله شرکت بکنن و از سیاست که اول گفتم یک قدم پیش و دو قدم به عقب از این استفاده بکنن دیپلماسی را میدان شکنار نگذارن و ناگزیر هستند که بالاخره به با صداهای صلحانه که حداقل یک نام زیبا و قشنگ داره در در مناسبات افغانستان از او هم کنار نرن و بالاخره برش لبیک بگوین خب حالا فکر میکنید اون خوشبینی هایی که شما میگید در پیش از برگزاری هر دوره این نشست ها وجود داشته حتی در دولت مردم افغانستان در اوجش بوده این خوشبینی ها و نمونه های زیادی مثل نمونه هایی که شما دادید وجود داشته ولی عملا برایندش آن چیزی نبوده که مردم افغانستان انتظار دارن. و خوشبینی روشنی که حالا میتونه یک دورنمای مشخص برای صلح افغانستان داشته باشه چی است نمونه است ما باور می است که ما خوشبینی بسیار استراتژیک نمیتونیم داشته باشیم <تصفح> حتی در استراتژی های کلان دنیا که بازیگران کلان بین در افغانستان بازی میکنن ما مت متاسفانه خوشبینی های بسیار اساسی و راهبردی را نمی بینیم در در استراتژی حتی نیم قرن اخیر آمریکا و عنوان یک بازیگر کلام در منطقه خصوصا در افغانستان ما این امیدواری را تا دیده نمیتونیم اونا آمدن برای اینکه در نیم قرن اخیر بالاخره به با اهداف خودشان در جاهای نائل شوند از این لحاظ ما فکر می که ما تا نیم قرن دیگر هم یعنی تا 40 سال دیگر هم ما وارد این کشمکش ها و هرج ها در افغانستان خواهیم بود <applause> ما فکر میکنم که دولت افغانستان تنها کاری را که میتونه امی است که به قول آقای برک خودش را تقویه بکنه بالای پای خودش باید بیسته برای خودکفایی خودش کارهای اساسی و بنیادی یک مقدار انجام بده و یقینا در کنار از این مسائل برای جنگ با تروریسم برای جنگ با دهشت افغانی باید خودش آماده داشته باشه نیروهای مساله خود را باید بیشتر از بیش آموزش بده بیشتر از پیش اونا را بالاخره آمادگی برشان بده تا و در تمام شرایط و در تمام جبهات بالاخره کنار بیاین خب. اما اما بدون شک ما امیدواری لازم را در سیاست پاکستان در سیاست بازیگران منطقه‌ای نمیتونیم داشته باشیم کشور چین به عنوان یک بازیگر کلان منطقه نزدیکی خیلی زیاد را با پاکستان داره که به هیچ او منافی نمیتونه که منافی افغانستان را قربانی بده ما تحت شوهای هیچ بازی بین‌المللی کلان نمیتونیم بیاریم که Uh, up on the sand the badali lake پاکستانی ها و لابیزم بسیار قوی در منطقه دارن منافع بسیار قوی در منطقه دارن و کشور چین به عنوان کسی که یک مقدار خود را در منطقه به عنوان کنترلر اصلی سیاست‌های می میدانه فکر میکنه که اگر اینجا نتونه توازن در میان هند و پاکستان با این مناسباتش برقرار بکنه بدون شک یک روز حتما این توانش ای خواهد پرداخت حالا با, با وجود تمام منافعی که در منطقه وجود داره و پیوان میته پاکستان را, را روابط را با آمریکا و با چین من فکر می که لابیزم افغانستان و شاید سیاست گذاری های افغانستان حتی منافع بسیار کلان افغانستان هم نتونه قانی بساز جهان را که اونا دست از منافع خود ولی اگر بمبتشه. طرف من طالبان با آقای درعی جدای از بیباوری مردم افغانستان به صلح با طالبان و آنچه طالبان در در پاسخ صلح دولت افغانستان انجام دادند حالا عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان رسما از دولت افغانستان را میخواه که طالبان صلحجو و اهل صلح نیستن به هیچ وجه و باید با اینا جنگید بدون شک این این مسئله بارها از سوی دولت مردان افغانستان گفته شده ما باید دارم زمانی که آقای داوودزی از سفارتش در پاکستان خلاص شد و در نخستین واکنشایش در زمان وزارت داخله گفت که ما به هیچ وجه با, با سول پاکستان نمیتونیم خوشبین باشیم من فکر میکنم این شاید هم کشف باشه که از درون هر سفیر افغانستان میتونه ایره در بیابه حالا <applause> این سفرا هر کدامش وقتی میرن ماهیت اصلی سیاست های پاکستان را در اونجا درک میکنن و کشف میکنن یقینا بر مردم افغانستانی تازگی نداره من فکر میکنم که دولت افغانستان باید به این مسئله واقعا قانع شده باشه و به این مسئله پی برده باشه که افغانستان هیچگاه شاید خوشبینی های بسیار زیاد داره نسبت به سال با پاکستان نمیتونه داشته باشه همونطور که با سال با طالبان نمیتونه چرا ما طالب را سوای از سیاست پاکستان نمیشناسه مثلا خیلی کوتاه پس باید اشتراک نکنیم در این دوره نشاط چهار جانبه در این دور بدون شک ما به خاطر از اینکه عمو تعامل دیپلماتیک را افز کرده باشیم یقینا باید شرکت بکنه دولت افغانستان اما متوجه مناسبات خودش متوجی هوشیاری ها و زکاوات های سیاسی خودش هم باید باشه خیلی سپاس جناب ولی مرسی بیت درآمد شما را من گونه داشته باشیم که در این که تمیز و تفکیک از طرف دولت افغانستان به ویژه آقای غنی خیلی روشن بین طالبان در کل گروه های مخالف مسلح به وجه طالبان را که حالا بخش از طالبان دشمن مردم افغانستان هستند نه تمام طالبان بیت این تمیز را بررسی بکنید که واقعا با توجه به آخر بحث ما و در رئیس که حالا باور سفیر افغانستان بر این است که طالبان اهل صلح و آشتی نیستند باور شما چی است که طالبان یا در بین طالبان کسانی پیدا خواهد شد که صلاحشان را روزی به زمین بگذارند و به دولت افغانستان بپیوندند یا دولت افغانستان هم برای تاکید داشته باشه و تلاش و تمرکز داشته باشه روی این که سرکوب بکنه اینان را بسم الله الرحمن الرحیم ببینید در دوران جهاد یک تعداد کثیر میلیونی افغان ها مهاجر شدن به پاکستان و در حدود بیش از دو میلیون افغان ها در پاکستان در جاهای بسیار مختلف زندگی می کنند و در حقیقت همه اینا به یک شکل بگیم اینا در گراو بند ماندن و ما تا توجه نکردیم که باید است اگر ما میخواهیم که صلح را در افغانستان بیاوریم و دست پاکستان کوتاه بکنیم بهتر است که ما همون مهاجرین رو برگردانیم خب دوران جهاد بود مهاجر مهاجرت ها صورت گرفت و امروز من حیث یک ابزار و کسی که در اونجا به شکل گراو مانده هستند اینا در جاهای خاص زندگی میکنن و به مدبرات افغانستانی مردم دسترسی ندارن و مطبوعاتی که چاپی که همونجا نشرات خویجه خاص خود دارن و برای مردم پیام های بسیار عجیب داده میشه که گویا که در کابل یا در افغانستان حکومت نیست که پدران شما دو جنگیدن و جهاد کردن و و به آرمان خود رسیده باشین بنا آرمان مقدس پدرانتان که جو شهید شدن هنوز نیامده بنا شما اولادای از که اینجا هستین و اینجا سنگرتان است و از اینجا شما به خاطر آرمان و مقدس خود می جنگی باید شما ادامه بدین برمی نوجوان ها و دیگر افغان ها چین گفته میشم ما باید بیشترین توجه و تمرکز دولت خاصا وزارت امور و مهاجرین بمی باشه که باید از ما افغان های خود به شکل گسترده که در مجاه هستن اینا رو ما برگردانیم و برای روایزی که از در جنگ برنامه‌نافی پاکستان بسیار موثر تمام میشن همچنان موضوعات اقتصادی خیلی است که ما بیشترین قالین افغانستان امروز به نام پاکستان صادر میشه به دیگر جهان بین مشخص, با مشخص داشته باشید آه. و میایم سر موضوع دولت افغانستان ببینید طالب یا گروه جنگی یکی از وظیفه اش ماموریتش مشخص است باید از بجنگا اونا تمام داشته های خود یا ترینینگی که میبینه در بخش عرصه جنگی هستند و اونا در بخش کدام باسازی یا دیپلماسی یا به خاطر کدام برنامه ملی بزرگ به خاطر آینده افغانستان داشته باشند ندارند چون که برازا در این بخشای پروژه نه. یا ظرفیت سازی نشدند و دولت افغانستان من حیث که یک دولت هست و دیدگاهش باید هستم فرق بکنه با دیدگاه طالب ها طالب تربیش به می شکل شده یا مخالف دولت بنا دولت من حیث یک کتله بزرگ و همچنان با مسئول و مهربان در مقابلت با خود در هر جایی کشور جهانی که هستن و ازشان سوی استفاده میشه باید بودهای مختلف خود داشته باشه طوری که دوستای ما در پنل سر از موضوعات اشاره کردن و صورت گرفت خب این طالبان که آموزش دیدن فقط برای جنگ برای سال آموزش ندیدن پس این مهربانی دولت افغانستان در برابر طالبان را هم شما توجیه میکنید ببینید که خب دوجا طالب های هستن که مورد توجه خاص نهادهای استخباراتی شاید بیرون مرزی قرار بگیرن و مورد حمایه خیلی قوی قرار میگیرن و اونا انرژی دارن ام، امکانات دارن اونا علاقه مند به دوام به خاطر جنگ هستند مقابل پول را که اونا دریافت میکنن و کسای دیگه هستند که اونا تقریبا به عایشه کشانده شدن و دیگر خیلی مورد استفاده نیستن و اونا تقریبا به یک نحو یا با دیدگاه ملی شان یا با دیدگاهی که افغانیت بودن شان یا به یک با یک نحو اونا علاقه مند که اونا برگردن و بیاین دا داخل افغانستان به زندگی عادی خود برگردن ولی باید از متوجه باشیم که طالبا این صلاحیت آنقدر استقلال ده خیلی کامل خود نداره اه. که فامد بدون اجازه ای استخبارات و پاکستان از خود تصمیم بگیرن و با کار را بکنن و ما شما شاهد می طول اخیر 15 سال هستیم که هر طالب بزرگ یا کماندانش که سر باز زدن و خواسته که با جریان صلح یا سر منافی افغانستان فکر کنه اون جان خود از داده و زنده نیست. و حتی ما شما می‌بینیم که درست است همین کمپاین ای که دولت افغانستان رو پس روشن طالبان دشمنان افغانستان هستند یا خیر؟ طالبان دشمنان بازی خورده افغانستان هستند که منافع خود در نظر نمیگیرند خب چرا بالاخره اینها دیدگاهشون دگرگون نمیشه به نحو خب اینا چون که توسط افراد اشخاص نهادهای خاص تحت تربیت تحت قمومیت تحت حمایت قرار میگیرند و اینا از دیگر جهان بیرون اینا در یک جای خاص نگهداری شدن و اینا از حقایق جهان از حقایق سیاست که کسی که اینا رو تمیل میکنه و از حقایق جاری و کشور افغانستان خود آگاهی ندارن بنان اینا را در یک ماموریت نامعلومی در یک جاده تاریکی اینا را استفاده شدن و پیش میرن که آیندهشان هیچ روشن نیست خیلی سپاس در همین حال محور دیگه بحث ما نین خواهد بود که گلبودین حکمتیار و تلاش های دولت افغانستان برای صلح و کنار آمدن با این و رهروان جنگجویش جویش حالا توافقنامه صلح میان نمایندگان حزب اسلامی برهبری گلبودین حکمتیار و اعضای شورای عالی صلح دولت افغانستان احتمالا به منتها رسیده و به با باور یکی از اعضای شورای عالی صلح یکی از اعضای هیئت رهبری به آقای حکمتیار برای صلح و همچنان سخنگویان دولت باورشان ای هست که این توافقنامه به نهایت رسیده و فقط دیده برای بازرسی رئیس جمهور و سرانجام امضای این به آمدن آقای حکمتیار به کابل که این توافقنامه واپسین برگش رو بخوره یا پهلو بخوره بین آقایان غنی و گلبودین حکمتیار و سرانجام این آقا و رهروانش به پیوندن به دولت افغانستان هرچند جزئیات این توافقنامه خلاف وعده دولت افغانستان تا همکنون با مردم افغانستان به اشتراک گذاشته نشده بله برخی از ماده های این توافقنامه که بر رسانه ها درس کرده آن هم بر رسانه های خارجی مثل نیویورک تایمز مثل روزنامه گاردن و غیره اونا نشان میتن که چیزهایی را که آقای گلبدین خواسته و دولت افغانستان حالا امتیاز بگویم یا هر نام دیگه براش بتیم به با آقای گلبدین حکمتیار و رهروانش قائل شده مهمترینشان برگشت 20 هزار پناهجوی مربوط حزب اسلامی یا رهروی آقای گلبودین حکمتیار در پاکستان هست و اسکان و فراهم کردن پناهگاه به ایشان امنیتشان و همچنان که قرار باشد در نیروهای امنیتی بپیوند به نیروهای امنیتی بپیوندند و این چنین چیزها و حتی روزنامه نیویورک تایمز ایره هم نوشته کرده که چهار میلیون دلار دولت افغانستان قائل شده تا سالانه به عنوان هزینه مصرفی به حزب اسلامی به رهبری بودین حکمتیار پس از پیوستنش به سال بپردازه با, با توجه به این پهلوهای مبهم چگونگی صلح دولت با حکمتیار با این که چی میتونیم از آینده این فرایند داشته باشیم پس از من برنامه کوتاه به بحث می ادامه گفتگو با امید تا پایین بس جناب وکیل سه بیت حالا تمرکز داشته باشید بیت نگاهتان را داشته باشیم نسبت به با صلح دولت یا هم شورای عالی صلح با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار که میگن قرار است آقای حکمتیار به زودی بیاید به کابل و این برگ های واپسین توافق را با آقای غنی امضا بکنه البته چیزی که بیرون داده میشه به ارتباط آقای حکمتیار پیوستن آقای حکمتیار به حکومت افغانستان است و یا به تعبیر شما صلح با آقای حکمتیار ما نفس از این موضوع را که جناب آقای حکمتیار سالیان درازی همراه طرفدارا و حامیای خود سلا بر دوش با مردم افغانستان جنگیده که از سلا دیست برداره و بکشن و بیان قانونی اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور ارزش هایی که مدتی سیزده چهارده سال مردم افغانستان به او دیست یافته است و با توجه به همه ای رخت پاش هایی که هستن دستاورده هایی که هم به این مدت ها داریم اینا را همه را بپذیرند این در ذات خود چیزی بدی نخواهد بود بد نخواهد بود ولی خوبی های هم داره؟ میم ما اگر بتانیم خشتی را از دیواری که مخالفین مردم افغانستان و مخالفین حکومت وحدت ملی و دولت افغانستان در اونجا اعمار کرده از او اگر خشت را بیتانیم بکشیم و خشت هم خشت بسیار کلانی مثل جناب آقای حکمتیار مسلم است که خوبیش ده ای خواهد بود که او خانه و او پناهگاه یا او دیواری که در مقابل مردم افغانستان بالا رفته او فرو از هم خواهد پاشید از یک طرف موضوع آقای حکمتیار وقتی که گب از صلح با آقای حکمتیار یا پیوستن آقای حکمتیار به حکومت وحدت ملی مطرح می و از طرف دیگر خب اختلافاتی که در بین طالبا در بین طرفداران مولایی محمد رسول و طرفداران مولایی منصور پیش میان اینا در شما شاید اطلاع دارین در چند ولایت دمی وقتا در حال تصفیه حساب است در بین خود اگر حکومت افغانستان بتانه مدیریت درست بکنه چی در آوردن حکمت یار و چی در استفاده از اختلافاتی که طرفداران از این دو مولوی در بینشان دارند بعد از فوت مولوی عمر چیز خیلی خوبی خواهد بود اما ای که به ارتباط چگونه صلح کردن و چگونه شرایط را پذیرفتن ما چیزی که شما پیشتر صحبت کردین ولی بله به با این بهای سنگین به نظر تان بله. داره؟ خدمت شما صحبت میکنیم این که شما اشاره کردین که برگشتن 20 هزار از افراد از طرفدارای آقای حکمتیار یک بار آوردن و برای از اونا تمام لوازم زندگی را فراهم کردن یا تمام موقفها ها را برای از اونا تعریف کردن ایش فکر میکنیم شاید چیزی خیلی دقیق نباشه و برای افغانستان بسیار سنگین بله، روزنامه های خارجی را منتشر کردن و موقف در شورای سال نه شورای سال و نه دولت افغانستان گرفت نه رد کردن و نه موقف گرفتن در مورد حتما درست است؟ سکوت قطعا معنای از نداره که قطعا درست است ولی معنای رد هم که اونا نداشتن ما منتظر میمانیم در ارتباط از که اینا چی خواهد کرد و به ارتباط باقی شرایط و باقی مسائلی که در این زمینه باید باشه اونها را هم انتظار میکشیم ولی میگیم به حکومت وحدت ملی و باز هم پیشنهاد به حکومت وحدت ملی ای را داریم که در مسائل صلح چی با آقای حکمتیار چی با طالبا اگر در روشنایی چشم مردم افغانستان صورت بگیره همه شرایطی که از جمله چیزی که گفتین سالانه سه میلیون دلار چار میلیون دلار هزینه سالانه از اینها در نظر گرفته شده با توجه به وضعیت خراب اقتصادی مردم افغانستان این مسائل البته ما فعلا نه تایید خب، می اگر از اینو میتونن... بگذاریم و قابل تایید نباشن هم به این بها به نظرتون قابل پذیرش هست که زندانیان تمام زندانیان حزب اسلامی خارج شوند از زندان ها در مقایسه با این که فراغت زندانی طالب <coughs> از دولت آقای کرزه پیامت های خیلی بدی در دولت داشت چی زمانت وجود داره که زندانیان خراس افغانی مربوط به حزب اسلامی که زندانی هستند و رها شوند اینها از رهاییشان پیامد بدتر از رهایی زندانیان طالبان نداشته باشند؟ خود جناب آقای حکمتیار یک چهره کلان سیاسی و مطرح چی در جنگ افغانستان و چی در دوران جهاد افغانستان بوده این چیز روشن است منتها به ارتباط زندانیانی که از میدانهای جنگ و از خیلی از فعالیت‌های های تروریستی گیر آمدن ما قوانین نافذه کشور داریم باید حکومت افغانستان اینا را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق نظر دستگاه عدلی و قضایی افغانستان با او برخورد بکند ما فعلا جزئی که بگیم حکومت افغانستان باید در برخورد صلح یا آوردن آقای حکمتیار و پیوستنش در حکومت خب مطابق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور عمل کنه چیزی بیشتر از این چون و پهلوهای قضیه هنوزم روشن نیست گفته نمیتونه ولی سرانجام خیلی کوتاه آمدن آقای حکمتیار مزیت های خواهد داشت بله ما اونطوری که در اول گفتیم که هر گامی را که به طرف صلح و به طرف تقویت حکومت افغانستان و تضعیف جبهه مخالفین برداشته شود ای به نفع افغانستان است به شرد که مدیریتی درست شوند و تمام حرکت ها زیر نظر مردم افغانستان صورت بگیرن و کوشش کنن وضعیت افغانستان با توجه به تجربه های گذشته ای را که ما از صلح داشتیم وضعیت ها را هم در نظر بگیرن سپاس آقای درایی میتونیم یکی از مزیت های آمدن آقای اکمتیار اگر چنین شوه ایره تلقی بکنیم که تاثیر مثبت بالای تلاش های صلح دولت یا همین چهار کشور با طالبان داشته باشه حالا برخی امیدوارن که اگر آقای اکمتیار با دولت افغانستان کنار بیاد میتونه سبب میل طالبان هم به صلح شوه بخشی از طالبان ببینید باور میکنم که بحث سال یک بحث جدی است در افغانستان نیازمندیش هم خیلی زیاد است اما من میخوایم بپرسم از کسانی که واقعا در رابطه با آمدن آقای حکمتیار خوشبین هستن میخوایم بپرسم که وقتی دولت افغانستان بیشتر از 700 میلیون دلار را در رابطه به سال از طریق شورای عالی سال و از طریق دولت افغانستان مصرف کرد چیزی را که تا حال به دست آورده در ده سال گذشته چی است یک گپ دیگه ای که آقای یک همون جبهه که واقعا به نام یک حکمتیار در افغانستان مطرح باشه و از او جبهه خواسته باشه که مردم افغانستان را تهدید کرده باشه در, در افغانستان کجا است همون را یک بر منشان بده هر نیروی که مربوط به آقای حکمتیار بوده اونا حضم شدن با, ل... با طالبان و آبشخور اصلیشان همون بازم پاکستان و پاکستان بوده که متاسفانه از مجرای طالبان و زیر نام پرچم طالبان اینا به فعالیت های که در افغانستان فعلا هست حمایت نمیکنه مثل آقای ارغندی والا ببینید اینا اینا گروه های سیاسی هستن که اومدن زیر چوکات دولت و زیر پرچم حکومت افغانستان کار میکنن اگه قرار باشه آقای حکمتیار هم واقعا یک دهشت افغان نمی بود نامش در بلک لیست آمریکا و سازمان ملل نمی بود خو یقینا او هم میتونست مثل آقای ارغندیوال و کسای دیگه بیاین و در افغانستان فعالیت های سیاسی ام. بکنن که متاسفانه چون چیزی اجگاهی نشد و شما دیدین که ما شاهد چندین حادثه خونبار در افغانستان خصوصا در شهر کابل بودیم منه. که مسئولیت آقای یار به گرفت با. و سخنگویانش با افتخار از این مسئله یاد کردند حالا <applause> وقتی حکومت میایه و حکومتی که خودش هنوز مشروعیت زیر سوال است خودش اقتدارش یک اقتدار نامری و نامفهوم است و تنها با جولان قدرت و با جولان یک توتالیتاریسم نامرئی میخواه همیشه مردم افغانستان را به گروگان بگیره حالا میایه و واقعا بالای گرده های مردم یک بار دیگه سوار میشه و به نیابت از مردم افغانستان معاملی را انجام میده یک معاملی کاملا ننگین را که واقعا مردم افغانستان باید فقط تنها جگرهای خود را دندان بگیرن این واقعا بزرگترین جفایی است که به مردم افغانستان صورت میگیره و بگذاره حکومت افغانستان اول که مردم افغانستانی مشروعیت برائے برائے رئیس جمهور و بر همکارانش بدن ک 80 هزار کابلی که در روز زمان کشته شده اینا را پاسخگوی از این کشت و کشتار و از این قربانی کی بوده میتونه غیر از حکمتیار که با با آوردن یعنی بخشیدن آقای حکمتیار از طرف مردم افغانستان بعید خواهد بود یقینا مردم افغانستان کسی که خانواده خود را عزیز داده باشه میتونه که قاتل خود را از به 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 سادگی ببخشه با این امتیازی که برای حکمتیار داده میشه نمونه ای میزنن که این کارها را تن آقای حکمتیار در افغانستان نکرد کسانی دیگه هم میگن ولو هر کس کرده باشه پروژه دولت انتقالی بارها ما از از تریبون جامعه مدنی انتقاد کردیم که چرا عملی نمیشه به خاطر همین گفتیم باید عملی بشه که افراد مثل آقای حکمتیار و امثال حکمتیار باید اینا پایشان به قانون کشانیده شود که متاسفانه نشد حکومت افغانستان با کدام چشم و با کدام عزت و با کدام آبرو میای واقعا و معامله ننگین را با آقای حکمتیار انجام میده که کسی که بارها مسئولیت قتل و کشتار مردم افغانستان را به داشته ما میخوایم بگوییم که آوردن حکمتیار اگر از سوی حکومت افغانستان میشه و به تایید افراد ایدئولوژیکی که در امبستر که آقا حکمتیار هستند به تایید از اینا صورت میپذیره اگر او اگر او والی است اگر او رهبر جادی است اگر او فرمانده و نمیفهم هر کاری دیگی است ما میخوایم بگوییم که بزرگترین خیانت است برای اینکه فراموش نکنیم که ای ام امو آقای اکمتیار بود که حکومت مجاهدین را به زانو در آورد اما امو آقای بود که متاسفانه حکومت مرکزی که داشت یک مقدار تمرین و مشق دموکراسی را انجام میداد در افغانستان همیشه به چالش کشیده شد حالا این آقای اکمتیار که یک شیری خونخوار که دستش تا آرنج به خون مردم افغانستان غرق است چطور میتونه به این سادگی بیایه 4 میلیون دلار هم از ملت افغانستان بگیره افرادش که به ترور و به دهشت در افغانستان متهم هستند و با در سلولای زندان هستند اونها به سادگی رها بشن و همچنان و همچنان برای, لسته... برای برای, برای, برای بیست هزار بله. رهروانش در در منطقه دی سبز افغانستان که تا حال در طول ده سال گذشته دولت افغانستان نتونسته که به شهر جدید کابل را اونجا ایمار بکنه اما برای آقای حکمتیار این زمینه مساعد است که برای رهروانش بیای اونجا شهرک جور شه اینا تمامش واقعا پا گذاشتن بالای گرده های مردم افغانستان است که صورت میپذیره و واقعا خودکامگی این حکومت متاسفانه همیشه رخ می پس مایانا. شما میگید حکومت افغانستان برای این کارش باید رفراندوم راه به و دیدگاه تمام مردم افغانستان داشته باشه و اصلا عبور بکنه نخواه سال بکنه من افغانستان. فکر می کنم که سال کردن با آقای اکمتیار واقعا بزرگترین گناهی است که حکومت افغانستان میکنه برای که اول خود آقای یک تهدید نیست <applause> تمام افرادش امروز آمده در بدنی حکومت افغانستان به مختلف جا گرفته ما در زمان حکومت آقای کرزای شاهد 11 والی از از آقای حکمتیار در حکومت افغانستان بودیم شاهد چندین وزیر بودیم حالا وقتی آقای حکمتیار به تنهایی یک سوتا یک چوتا و واقعا اینقدر امتیاز میگیره به خاطر اینکه نامش حکمتیار است من فکر می کنم این بزرگترین جفا بالای ملت افغانستان و این بزرگترین کلا گذاشتن است از سوی حکومت افغانستان اما فراموش نکنیم بحثی که واقعا به صورت نامرئی و پنهان ادامه داره ای است که متاسف متاسفانه این بازی تنها آبشخورش فقط آبشخور قومی است که گفته میشه که تنها این جنگ را پاکستانی ها با هر مدیر دیگیش که مدیریت میکنن در تلاش ازی هستن که بحث مامو غلجی و دورانی که در افغانستان یک از بحث مطرح بوده و همیشه این افغانستان یعنی این کشور همیشه متاسفانه در زیر شاید مشکلات بسیار عدیدی از این اقوام شاخ و پنجه نرم کرده اینا میاین و فقط تنها آقای غنی هم تمام تلاشش همین است که آقای حکمتیار به عنوان یک کسی که از شاخی غلجی ای 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 افغانستان است اینا را با خودش بکشانه و پایشانه بکشانه و بگذاره که شاخه دورانی در قیمیت پاکستان قرار بگیره تا بعدا با, با, اونا باز تصفیه حساب بکنه من فکر میگوی بازی بازی خطرناک خب، است امتیازات... و هر این بازی به با پیش بره با افغانستان را بیشتر به صورت قبیله و قومی ساختنش آسیب می خب در این بازی ای امتیازات افغانستان... را که شما نام گرفته دولت افغانستان می ته انتظار را هم دارید که این امتیاز کلان را هم جامعه بین الملل به وجه آمریکا به با... آقای حکمتیار بوده و نامش از فهرست اوراس پاک بکنه یقینا آقای اکمتیار یکی از مورای اساسی دولت آمریکا در سالهای متمادی جهاد بوده و بعدش هم امروز هم مفکر میکنم او رابطه و او <متصف> پیوندهایی را که اعضای سیایی در کتاب خاطرات خود می نویسن او پیوندها فکر نمی کنم تا تشوای هیچ مناسبات دیگه هم قرار بگیره و این پیوند هم چنان ندامه داره آمدن آقای اکمتیار توسط هر سازمانی توسط هر کشوری توسط هر حکومت مرد اگر قرار شود که تایید بشه به نظر می بزرگترین خیانت از بر مردم افغانستان که امکان داره اگر امروز کسی برای چیزی نمیگه تاریخ فردا در موردشان قضاوت خواهد کرد سپاس. آقای برای ما باور آقای درایی است که آمدن آقای اکمتیار نه تنها سودمند بل زیانمند از آب در می و حتی جفا و خیانت در حق مردم افغانستان است باور شما چی است ببینید تا جایی که من مطالعه دارم و در دیار مهاجرت ما زندگی کردیم و بزرگ شدیم یک مق... تحصیل کردیم حزب اسلامی که در اصل شاقای گلبدین حکمتیار باشه یک از زبده ترین رهبرهای دوران جهاد جنگ افغانستان بود و در این نیست که بزرگترین جبهات داشت و بزرگترین امتیازات که در, در برورد جهاد افغانستانی به دست می آوردن. خب در دوران جنگ های داخلی کی توسط مرمی کی کشته شد متاسفانه در پیشانی یا در بدن هیچ کس نوشته نشد که این مرمی که در جانم اصابت کرد از فلانه یا او مرمی که در جان از یادم اصابت کرد و فلانه و میاییم اگر بیترفانه قضاوت بکنیم کسایی که در نظام فعیلی هستن و نظام در اختیارشان از رسانه ها در دستشان است و به خاطر براعت خود یک سسل حرف هایی را میگن و این میگذاریم روزش میرسه و سر از این ملت یا بیشتر صحبت خواهد کردن در این شکل نیست ما یک مقدار رقابت های سیاسی داخلی خود هم داریم و تفاوت های دیدگاه هاست تفاوت های منافی هست و ای در داخل کشوری خود ما هست و این ادامه ای خواهد داشت و حتی ما در فامیلای خود هم چیز را داریم و در دا گپ مشکل نیست ولی بحث دیگه یکی هست که امروز آقای اکمتیار و اعضای گروش در کجا هست در دست هستند و از طرف دیگه ما همه ملت تشنه صلح هست چه رقم باید از این مشکل حل بکنیم صلح را بیاریم این بسیار موضوع است ببینین خب اگر بقید یک ببخشید از دیدگاه ما حزب اسلامی تقریبا بعد از آمدن اداره موقت که در آقای شاخهای بود اینا به سه گروه تقسیم شدن آه. اول یک رسانه رسانه پخش شد که گویا آقای حکمتیار و آقای کرزای صحبت کردن و دست همکاری با به یک رقمی با حکومت داده گفتن و بعد یک گروهی حزب اسلامی در ابتدا و تا کنون آمدن در